نمیشه جمع و جور تر بزنی؟ انقدر آگهی هست رو پیرن که جا برای شما رو نیست. شما اگه بلدی بیا جمع و جور تر بزن. های کلا یک کف دست پیرهن با 65 مورد آگهی جور و جور. اتاق ویژه ما اصل بومگردی زنبق سبز به تا قابلمه و ماهیتابه و میل بافتنی و سپایه و الان مشکل فقط قابلمه های منه. او سلطانی کم مانده نخود لوبیای ته گنجاشو بچسبونه رو پیرهن تیم. آخ عزیز من یه لحظه تو یه سی بکو. همه جور آگهی دیده بودیم جز آگهی قیمت منوی رستوران رو لباس فوتبال. کاش فقط همی بود. اکله سر تا حالا سه بار زنگ زده به من 2000 تومان کشیده رو قیمت جوجه و چلو کباب. بچه ها این چطوره برای طرح لوگوی تیم ما؟ لوگوی تیم چرا باید نیمرخ پدر شوهر ما باشه؟ یعنی تو واقعا فرق کله عمو کیوانه با کله عقاب پیره هم تشخیص نمیدی؟ ببخشید بیا پری بگین راستش مکه از بازی با بالده خیلی میترسن. هیچ بعید نیست مثل برزیل که از آلمان 7 خورد به بازیم و کل تاریخچه طلایی مان به باد بره. آخ او عجب مسابقه بود، یه شب به یاد ماندنی برای مارک و آنتونیو رودریگوز. اسمشو نشنیدم، بازیکن آلمانه؟ اسمشو نشنیدی واقعا فریده خانم؟ نه بابا، داور مکزیکی همون بازی بود. واقعا؟ آره بابا، شغل قبلیش هم کشیش بود، اصلا شغل اصلیشه. آه حالا کی هست؟ ای هی تو همون مسابقه تو خود مکزیکو سیتی بهش میگن پدر مارکو. ها فریده خانم گیان داری چه تعجب بکنی، شیرین از وقتی بچه بود عاشق داوری فوتبال بود. داوری نکمک داوری. آه او کمک داوری. یادته یه دفتری داشتم پرو توشه کرده بودم عکسای کمک داورای مختلف. آه کجاست؟ نمیدونم کجا گذاشتمش. و یادش بخیر استاد محمد فنایی، ابراهیم میرزا بیگی با اون نگاه نافذش، حسن کامرانی فر، از همه مهمتر حسن نوشور با اون موهای پرپشت مجعدش. آره یه کمک داوری هم بود، اسمش چه بود؟ همون که ازدواج کرد 2 هفته گریه میکردی براش. او اصلا بهش فکر نمیکنم. خلایق هرچی لایق. عمو کیوانه؟ بله متاسفانه، یه عادت دوران نوزادیشه، وقتی از خواب میپره گریهش میگیره. واقعا؟ آره واقعا. جان یعنی سری گیرمو شنیدن؟ پاش اینو بپوش ببین تنیت میشه، اما تا صبح زحمت کشیدن اینا رو دختر. مثلا امروز با بالاده یا مسابقه دارید؟ واقعا امروز مسابقه فوتبال دارید؟ کی همچی حرفی زده؟ مگه دیشب تو خواستگاری نبودی؟ مگه خودت شنیدی که همچی قراری گذاشتن؟ راستش فریده دیشب اگه اینجا به بعد مگه هیچی نشنیدم. فریده جان میشه دختر نوری بپرسی دیشب تو دموش چرخته بودن؟ نه تو درست پشو نیستی، پاشو دیره، همه رفتن سر زمین فوتبال تمرین، لباسارم باید بهشون برسونی. راستی که ایوان این 60 تومانچه یکی که عمو خلیل بهت داد بده به من، یه بانک پیدا کردم، این 60 تومن رو 2 ماه میذاری 3 برابر وام میده بهت. وام؟ وام بری چیز مانه همه کس؟ مگه تو زندگی کم و کسری چیزی داری؟ این جدی گفتی؟ آره مگه ما جز کم و کسری چیز دیگه ای هم داریم؟ ای لعنت به هرچی قابلمه و مایتابه و وسیله پخت و پزن. Thank you.
بسته. ای برو 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 ماشالله. یه جره شکماشون بیش ازت بیرونی؟ مشکل نداره آقا، حجی من به جاش عرض زمین پوشش میدم. راست میگه، درسته. یعنی ما از نظر عرض مشکلی نداریم، ولی طول زمین نمیدونیم چیکار کنیم. اونم درستش میکنیم. دوستان عزیز دقت کنید، به قول میشل پلاتینی، فوتبالیست شکم گنده به چه ماند؟ زنبور بی اثر. با سوت من تا میتونید این شکم ها رو میدید داخل. آماده اید؟ دقیقه نگه دارید داخل. چطور آقا؟ بهتر الان. آقا اجازه بده بدیم بیرون، چون این خیلی ضرر داره. نگاه گونه هممون سیاه و کبود شدیم. آقای نورالدین خانزاده، شما پسرموی منی درست، ولی پاد داخل کفش کادرفنی نکو. آقا اینجا فقط منم که میگم کی نفسش بده داخل، کی بده بیرون. تازه تمرین ها چی دینی؟ تمرین ها خودم شروع بشه، با سوت من میرید بالا، تا سوت نزدم نمیاد پایین. اما خلیل خیلی سخته، اجازه بده نصف نفسمو بدم بیرون. تو نصفش بده بیرون، تو سخته. آره دوستان عزیز دقت بفرمایید، با سوت من تا وسط زمین زانو بلند میریم، از وسط زمین تا انتها کلاغ بر، از اونجا به سمت خلیل کامبک میکنیم. آماده؟ بوده ماشاءالله. بیا یه دقیقه وایسا، نه آمدن این بابا، همین اولش دارید نافرمانی میکنی. عمو خلیل سنی از ما گذشته، تیم ملی وشو که نیستیم. ما حد اکثر بتانیم همین زانو بلنده همکاری بکنیم. باشه همین زانو بلنده فعلا. باشم برو زانو بلند با من میایید. 3 2 1 بله ماشاءالله. بلند زانو بلند، این چیزه. یا زل جلال و الاکرام، آقا نظر چیه که ما همین الان بریم آبادی بالا از غیب بکنیم، خیلی محترمانه شکست بپذیریم برگردیم؟ چون یه زبون مثلا آلمانی هست که میگه یه پایانه تلخ بهتر از تلخی بی پایانه. یه زبون مثلا خارجی دیگه هم هست، میگه این جور موقع دهن ده ببند، شات هم داره، آب هم داره. وی آقای کروک سوار مده 6 میلیون دلاری تاجر ونیزی شاخه گلی برای عروس، این همه مرک و تبلیغات و اینا چسبندی رو لباس خود و دو بچه، بعد اینا رو میخوای ببری وسط زمین بعضی که جز سرشکستگی و بدبختی هیچ عیدی برای ابدی نداره. من عاشق یاغی هم خب باش هستم، من میدانم چجور با یاغی ها برخورد بکنم. ایتالیا که بودم ماریو بالوتلی همی بازی ها و گندبازی های در میورد، نشاندم ای سر جاش. رفتم انگلستان پول گاسکوین میخواست شاخ بشه، زدم شاخش شکاندم. همین الان نورالدین، همین الان داخل موبایلم اسمس رن ایگویتا هستش که نوشته آنکل خلیل تو رو به گاد قسم نو بروک مای قورچ، قورچمه در نیار، بذار من میخوای نشانت بدم. آقا هیگویتا همونیه که حرکت عقرب میزه؟ بله همون عقربی هست. اون الان کجا هست؟ نمیدونم، فکر کنم تعطیلات میان فصلشان الان شمال باشه. آقا اون موهش خودش فر میکرد یا برش میزده قشنگ. من داخل مسائل خصوصی بازی کنم دخالت اینو مکنم، ولی اگه دوست داری برات میپرسم. ببون نورالدین سلام بسن. آمدی سلام.
بزنم. خلیل یه دقیقه بیام، میخوام کار خصوصی باشه. میخوام فقط بابا خصوصی چیزه، ما درسته دوست نداریم قیافه هم ببینیم، ولی پسرعموم خصوصی سر تمرینه. بگم آره بگو خیلی جان، اون چک 60 میلیون تومانی بود پیشم دادی؟ نه من بی عقلی کردم دادمش دختر نوری قابلمه گرفتم. الان فریده گیر داده که اینو ببریم بذاریم بانک، دو ماه دیگه وام بگیریم. دستم به دامنت خلیل، اگه به دادم نرسی آشیانه عشق ویران میشه. مرد گنده داری گریه میکنی؟ بابا بلند شما بعد تمرین یه چک 60 میلیون دیگه بشت میدم بن خود دامنم زشت. آره درود به شرف، درود به انسانیت، درود به مرام و معرفتت الهی که هرچی خاک پرویز خان دهداریه بقای عمر خلیل خان خانزاده باشه. دمت خیلی بازی کنه با اخلاقی هستی. برو سر تمرین. حالا بجید فقط خواستی چک دومو بگیری سند خانه یادت نره. سند خانه بره چه؟ بری زمانت ده. برو 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 خدا بیا موزه هرچی فوتبالیست اخلاق مدره مرحوم پرویز خان دهداری داری خراب مکنه. نوریا قابل توجه یا ایزه به من اگر چنانچه بازی با ده بالا انجام بشه در یه صورته، اونم یکی یکی شما باید در رو جنازه کابوس رد بشین و بریم پیکارتان. من این بازیه به تو میکنم. ما که خیلی از دموکراسی ندیدیم. در مقام رئیس شورا به تو میکنم این بازیه. گفته باشم آقا خلیل، من یکی نیستم، شرمندتم. بابای خدا بیامرز ابچگی بشه میگفت اگه حق و تو رئیس شورا فعال بشه آب خوش از گلو هیچ کس پایین نمیره. رود بر شرفش بابا. دقیقا ایجوری نه امکانات خبری از نه تحصیلات. هر جور راحتید، فقط میتونم از ادان خواهش بکنم بفرمایید منظور ادان از امکانات و تحصیلات چیزه؟ بری باو همین دیگه، همین باو همین خاک، همین اکسیژن، همین آسمان آبی. آره بابا اصلا همین دلای مهربونی که داریم. دقیقا اشکال نداره، هر جور راحتی دوستان. فقط باید خدمت دان عرض کنم این تیم تیم پاینده نیست که آقا کابوس بتانه به راحتی و توش بکنه. این تیم تیم خلیل و یارانه. هر جایی هم خلیل بگه باید مسابقه بده. هیبیم باید بگید الان هورا. هیبیم آقا بحث سیاسی کافیه دیگه. بس خب طبق نظر رئیس شورا و در واقع حمایت شما ها بازی امروز کلن کنسله. بریم یک گلوی تازه بکنین و بریم به کارو براتون برسیم. بفرمیم کارو زندگی دارم بیایی آهد شورا نمیتونه. آقا این آب میوا هم طبیعی هست هم برشکل هر کدوم مال من شیرین باشه لطفا. اون هم هستی این شیرین مال سلمه. واقعا شیری مال من؟ دمت گرم آقایی، به خدا سر بلندت میکنم. مبارک سلمان بیان، انشالله به پای هم پیر خورم بشی. دیدی بالاخره جواب داد، من هیچی نگفتم، من آقایی خودش به شیری مال تو. مبارک مبارک از اینجا تا اونجا، این مشهری شده سر تو چی؟ چرا دم میدم دم؟ خیلی خوب کوچه برداشتی نمه؟ من جم کنیم بیدم، جم کنیم همراهان همیشگی تیم یاران خلیل، خوب دقت بفرمایید. برای اقامت تو هتل بومگردی ما همراه با بی ام وی کروک، نهار مجانی، استراحت مجانی قبل از این بازی اساس ما در خدمتتونیم. دوست داشتید همراه ما بیایید. ما خلیل رو دوست داریم، تلاش نمی‌گذاریم. 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 Come on!
چقدرم زیادم آره اونو نگاه گوگولیه بفرمایید همه آقا آمده نهار آمده میشه بفرما آره گفته بودی همه بوده باقای نشستش مرد دیگه یه ما بهت گفتم اگه این خاطره رو بر من یادآوری نکن حالم بد میشه معذرت میخوام میگم میخوای اون گوگولیه رو بخریم آره خطر رو بابای خدا بیاموزت هم که دیگه رفت شد باز شروع کرد نه دوست عزیز اینا فروشی نیستن اساسا زندگی موجودات زنده قابل خرید و فروش نیست ما فقط اینا رو میتونیم از اسارت آزادشون بکنیم حالا میذارین اینا رو آزاد کنیم؟ 100% اصلا رسالت این بومگردی غیر از این نیست آزادشون کن چقدر خوب البته قابلتون هم نداره گفتی 100,000 تومنه پولشم الان از تو نمیگیریم هزینهشو میذاریم روی پرداخت هتلتون واقعا؟ بله یعنی آزادی دونه 50 تومن؟ 50 تومن خب مهران میخوای فقط یکیشو آزاد کنیم ها؟ آره به نظرم باز یکیشو نه دیگه تکیم نداریم ها حتما باید جفت بگیریم با خیلی خب اشکال نه بیا همین دوتا بیا اینا به 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 ببین کی اومده عمو کاووس خیلی خوش اومدی بچه ها گاوی گوسفندی چیزی براش بذاری زمین تیمیک افشی مراقب دستت باشه بله آقا سلطانی ببین دارن گنجیشا رو در میارن این قفس انداختن بیرون ورشون میداری سری میدادشون تو قفس بودو اونو گفت سامان نباید توی چیه باشه تو هم قبول کردی گفتی چه آقا همین لیچیانوف توی دست سه جمهوری چچن بازی میکنه مرکزم توی دست به وشوشی مجارستان سلمان گیان یعنی ببین هیچ راهی وجود نداره شما برای رسیدن به عشقت بی خیال این بازی بشی خیر اتفاقا تنها راه رسیدن به شنی خانم دقیقا از این بازی میگذره سلمان نمیتونه هیچ کجا مثل زمین فوتبال از خودش دلبری و لونجه نشون بده فقط هرگه چنین اتفاق نمیفته ما توی آبادی چیزی تحت عنوان تیم یاران خرید نداشتیم نداریم نخواهیم داشت اینا گفته باشم بشین شلوغش نکن آقا کابوس از امروز داریم و خواهیم داشت FC یاران خلیل تحت پوشش باشگاه منچستر سیتی و پریمیر لیگ میبینم خیلی خوشتان آمد پشت سر کسی ویسادین که پرونده سیاهی داره مثل اختلاس، مثل مال مردم خوری، مثل... عمو کاووس دردت به جانم، از ما گذشته دیه ارتباط با ده بالا میتونه به نفع جوانامان باشه فری، فری در زم اونای هم همشهری ما هستن اول دنیا که نیامده قریبه که نیستن اینه ای نادرست خواستگار زلیل تو ها آقا به نظر منم نباید بهشان مولد بدیم بهترین کار اینه که با گلهای زیاد روشان رد بشیم نباید کتابی ای چک پرست خاکستر نشین کیوان تو ها کابوس عزیزم ببین به نظر من تو این موقعیت ما باید با مودت و دوستی ببین ما گلهای خندنیم خندن ایرانیم با شروع کرد حرفای قشنگ و مهربانانه زدن با آقا باشه شما آدم خوبی هستید یه چه آقا خب آدم خوبیم چیکار بکنم دست خودم که نیست مثل تو باشم اصلا اول گوش بده ببین من چی میگم چی میخوای بگی؟ من دارم میگم که این بازی حتما باید برگزار بشه بعدشم
بعدش هم فیفا دخالت شوره رو ببخشید امو کاوس، توی مسابقات فوتبال بر نمیتابه، ناراحت میشه. اگه شما دوست دارین که فوتبال ما تعلیق بشه دیگه، حتی نتوانیم به اعضا و جواره گربه لگد بزنیم؟ نه. اگه شما دوست دارین امو کاوس نازنین بقیه عمرش در زندان آلکاتراز در کنار سپ پلاتر نماینده سابق اختلاس کرده فیفا بگذرونه؟ نه. پس همینه دیگه، من اینا رو میگم. نوری جان، من خودم به همه قوانین فیفا واقفم. من میگم که ما باید مراقب حرمت خودمون باشیم. این قبول دارم. ای خدا خیرت بده. ما الان بابای من، عزیز من، میانگین سنی ما 52 ساله، میانگین سنی او تیم بالادستی ما 21 ساله. خب نه، این که مشکلی نیست. شما بازی نکنی میانگین سنی میشه 21 سال، چه بسه 20 سال. وحید پشیمانت بکنم، ما وحید به زودی خفتی ازت بگیرم که دیدی هر چه داد بزنی هیچ کم به پریادت نرسه. کاوس ول خویی حرفایه، ما باید به فکر یه استراتژی که جدید باشیم برای مسابقه. بریکلا من شنیدم جوانای ده بالا دو تاشان بر تیم ملی جوانان را پیدا کردن، تازه مقابل تیم ملی کره هم بازی کردن. آره آقا، منم شنیدم بازی کردن که کردن، در عوض ما افشین تو دروازه داریم به افتخارش. افشین؟ آره. هی افشین خودمان؟ آره بابا، این زبان بسته جلو پاشم نمیتونه ببینم. میخوای بذارینش تو گل؟ درسته من تار میبینم، ولی مسیر توپ رو از رو صداش خیلی خوب تشخیص میدم. خیلی روح میفشین. آقای اجازه بدین من یه پیشنهادی دارم، رو معیار منم حساب کنی. بچه که بود 3000 من بشش دادم، 2 هفته رفت مدرسه فوتبال برادران موهبی. ببخشید امو کیوانگیان، برادران محبی مگه کشتیگی نبودن؟ بودن، ولی چون بابای من دوستش من فوتبالیست رنگ داره، ولی هنو کسی رنگ سبزش رو ندیده. آقایان شرافتن کی زنبق سبز دیده تا حالا؟ نه والله. داریم زنبق سبز خوبشم داریم، منتاش تو ارتفاعات کلیمانجاروه، هنو دست بشر بهش نرسیده، برسه مطمئن باش میارنش. آقا اصلا زنبق سبز داریم، شما یه کارتی چپ کردی وسطش نوشتی بونگردی زنبق سب، تو پرانتز ژاکلین سابق. تو 2 سال نیست اینجا رو باز کردی مریض سبی، چرا همش باید دروغ و دوام میخوایی مال حرم بخوری؟ اینه جواب بده پسر موگان، دروغ اگه داخل پرانتز بذاری 50% از گناهش کم میکنه. والا بس میگه دروغ بذاری تو پرانتز؟ نه نه 90 دقیقه است. خیالتون راحت نه، گل بزن. 4-4-2 لوزی بازی میکنی. توپ میدیم به حریف، اما کل فضایی که کار میکنی میبندیم میره پی کارش. ای والا به افتخار عمو کاووس بهترین کوچ ده پایین. آره کوچ ها کوچ. ممنونم. اساس کار ما پرس رو به جلو هست، برای پرس رو به جلو چه میخواییم؟ یه نفس چاق. نفس چاق هم که همه دارن یه خوبشم داری. بابا چه میگی برای خودت؟ کاووس اینجا نگاه کن، 3 ثانیه بیشتر نتونستن نفسشان رو نگه دارن. چه میگی آقا؟ این پرس رو به جلو کنسله، اینه بیگم برش بکن، اینم به خیالش بشین. ما سیستممون 1-9-1 بیزیه، یعنی یه نفر اینجا داخل دروازه، 9 نفر اینجا، یه نفر هم این جلو، که بتونیم گل نخوریم. بس مجرد جلو دروازه 9 نفر. آقا هرچی که ای گفت، ولی ما تاکتیک جدید خصوصی به عرض شما میرسیم. اینجا ما آمد نفوذی داریم. بایستا بینم چه گفتی؟ من نفوذیم؟ حالا من شدم نفوذی؟ آره؟ چطور وقتی گیر او گرگ بودیم من نفوذی نبودم، بچه ده پایین بودم؟ حیف او عمک تو نزایید کابوس، حیف! آقایان، رامین شما رو با تاکتیکای سکرت آقا مربی تنها میذاره، از این به بعدم از امشب خودتان میدانید و او گله گرگ.
بدرود بدرود نه بدرود آقا یا نهار رسید بفرمایید کف دست بیشتر نخورید کم حجم و پر انرژی این قانون غذای قبل بازیه سر نهاره خوب نیست بسر موبیه کفکی دست در آقا یو کف دست کف دست جان گنده است اینا واقعا ویژیتریان بودن چیه برای خود جان واقعا خوشمزه تو ویژیتریانی؟ سبزی تازه هست آجل همه اکتم به کدر برده بازی برده دارم بذارم مرم برده بعد برده آقا این الان فقط غذا بخورین اختلافا رو بذارین کنار برادرانه بابا این من میگه ماکارونه برادرانه بابا این مثل برادر با هم کنار هم بکنیم مگه خیلی شوخه درمه نمیگه قضا با تو اینجا چی کار میکنی؟ مرخصت کردم با این حال روز؟ نه خیر خودم فرار کردم واقعا دست شما درد نکنه من از بالدهی ها باید بشه برای امروز بازیه؟ جدی جدی بدون پلی میکر میخواستی میری تو زمین؟ تو با این وضعیت میخوای پلی میکر باشی؟ کدوم وضع؟ من دستخط از دکتر دارم بینایی من الان 10/10 فقط باید نور به چشام نخور از این پشتم همه جوری میبینم باری کن بری کنارم میخوام سوار شم بفرم من میخوام برن بازی کنم کجا ببریمش بری باش جان درست باز شد در باز شد فرصت برای درخشش جنابعالی فعلا زیاده اصلا نگران نباش تو این بازی بیخیال شو بازی برگشت در خدمتتی نه اتفاقا عمو خلیل من باید تو همین بازی باشم پوز آقا نوری رو بزنم این آقا عمدن من خبر نکرده که من جلوی چشای شیرین خانم ندرخش آفرین آقا این پسرمون من خیلی بی‌انصاف و بی‌احساسه ای گل گفتی قربون دهنت اجازه بده من ببوسمت بیا بغلم بیا نوکر تمام خلیل خیلی خوب بفرمایید تیممون همینه کم داره بفرمایید در اینجا در اینجا پس این چشا 10/10 ها خدا بای خوبه جمع و چارنگ بشه که نمیبینه بعد بگه چشم دسته
دارین چه ما کنین؟ او چی زدانی شما میبندی با؟ خب معلومه دیگه همون گن از همونی که شما میبندی نادان، من مربی تیمم، کاپیتانی حق مسلم منه. حالا نوری و کیوان به کنار، معیار تو آخر تو چه فکر کردی؟ آقا او چی زد تو میبندی با او تکه تره با؟ اما کابوس میدونم خواسته زیادیه، ولی امروز روز سرنوشت سازیه برای من. استعدادی آبای فنرباخچه اومدن اینجا که منو ببینن. خواهش میکنم بذارید کاپیتان باشم. استعدادی آبای فنرباخچه زدن به کادان. عزیزم امروز اصلا شما داخل ترکیب نیستی، رو نیمکت ذخیره ای. راستش ابو کاوش که منم داشتم پیش خودم فکر میکردم، گفتم حالا که شما هم مربی هستی هم بازی کنی، با کمال احترام این بازوبند کاپیتانی رو تقدیم به من بکن. نوری جان تو خودت میدانی من خوب میشناسی که من عقده کاپیتانی نداشتم و نخواهم داشت، ولی تو خودت بگو آقا ممکنه یه بازیکن مربی باشه ولی کاپیتان نباشه؟ اینا فیفا ایراد نمیگیره آقا. آقا اصلا تو کاپیتان، تو مربی، تو شماره ده، ستاره تیم، او اش او چیز زدی آخر اسم رو پیرنت ها؟ کیوان واقعا دارم میگم خیلی خیلی ریزبینی، دقتت خیلی ها وقت نمیکردم اینطوری ببینی. ای او ایچی که تو تخت پشت من زدم باهم، ای یعنی مربی و کاپیتان. اینه وحید عزیز تو پشت من زحمت شکشیده و پیکاره با نوکردم ببخشی دیگه. وحید این پیرمرد رئیس شوراست، حرمت داره، قدمت داره، بابا مهر شورا رو داره، بچشی اذیتش میکنی با من طرفی ها. همون کاوس بنده خدا سر کارت گذاشته نوشته کاوسینی ها برمز رونالدینی ها یا روبینی ها همین وحید. همون کاوس کیان من خیلی نوکردم، دوتا مساج رایگان مهمن من به شرط اینکه یه بخششی داشته باشی امروز. وحید این همه بخشیدمت که وقتی شدی همونجا ویسی دو کشیدم بکنی میری پی کارت، ولی اگه بخوای فرار بکنی میگیرمه تو پاندامه. ای همش اختلاف، همش درگیری، اینجوری بریم داخل زمین خورچه وانه در میارن، این شربت میبازیم، این چه کاری آخه؟ دقیقا درست میگن بابا. اصلا شما میدونید داور کیه؟ من ده بالا بودم با همین گوشای خودم شنیدم دنبال داور بودن، داشتن داور انتخاب میکردن. یا ایزاد منان، حتما نهر مهمنش هم بوده. باری کلا چه خوب گفتی همه فرخونده. ها؟ من خدا چشمش بسته است ولی گوشش به مراتب خرابتره. خدا کنه سرتمکه نکنه واسه دیگه. بخم بخم سلام بر ورزشکاران عزیز، دلاوران و ناماوران ده پایین. یه لحظه بغل بنده قابل شما رو نداره، ولی اگه قراره با یه بغل و بوس و مصافحه خدای نکرده در قضاوت بنده قش ایجاد چه، من شرمنده. هیچ کی قش نمکنه بیا. اگه شما رو میشناسیم با سوت و کرده شما مشنیم. شما چرا تلفن تو عوض کردی آقای پیر لویجی کولینه؟ بابا نوردی مزاحمت برادر، مزاحمت. بیا بگم بگم یالله میکنن. همه با هم پر انرژی حمایت. یک دو سه ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شروع میکنیم دربی البالا پایناره. می‌بینیم که ورزشکارا به سمت وسط زمین میرن. امیدواریم که بازی خوبی داشته باشن و مردم لذت ببرن. اگه مردم لذت ببرن معلوم میشه که بازی خوبی بوده امروز.
سلام علیکم یا الله سلام علیکم یا الله سلام به به خودم حیوان تقدیم به شما قابل نداره کار دست به به ای بابا چرا شرمندم اون کردی دست در نکنه باشه من چیز قابل داری همراهی یه حلقه ازدواج من نه 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 مکیوان بذار جیب آقا با عواقبش فکر کردی نه آقای محترم شما این حلقه رو باید در بیاری از دستت بلنشی بیای تو زمین بعدم الان یا درش بیاری یا چسب ببند ببخشید من حواسم نبود اشکالی نداره جسارتا من سکه پیشم نیست برای شیر یا خط سکه دارین شما سکه من شرمندتم آقا بفرمایید قربون تو برم لا اله الا الله بگیر آقا بگیر بگیر آقا این چیه دادی به من؟ سکه خواستم آقا بخشید آشغال تایی درز دوز جیب هم مانده بود بخشید شرمندتم آره راستش قرار نبود من اصلا کاپیتان بشم رخکن من دوچار هواشی شد ناغافل من کردن کاپیتان اجازه بدید من الان خودش صدا میکنم آقا کاوس همون کاوس بخشید الان صدا بیا اینجا برام بیا اینجا آقا اینو اینه دادن به من چیکارش بکنم نمیدونم نگرش ده ببین الان نکته مهم و اصلی اینه که من نترسیم چون ترس برادر مرگه الان بس فقط به من تکرار کنیم شجاعت شجاعت سرین بردباری بردباری دیگه ولی نوردین اونا خیلی قویه نه نگاه بکن میمانن تیم بایرونی پیرمرداشان و پیشکسوتاشان رو نیمکت نشستن آقا گل من همین الان گفتم که ترس برادر مرگه نباید به ترسی دیگه نباید به ترسی پس به من یعنی من حتی اگرم بختیم یه جوری باید چیز ببرزیم مثلا خوب ببرزیم بسر ببرزیم درود به شرفت بلنت بلنت پس به من تکرار کنیم شجاعت شجاعت بردباری بردباری ببخشید آقای داور یک لحظه صبر کن ما یک ذره از هم قسم شدن ما مانده انو ادامه بده نوری ادامه بده قورچه آفتاب در بیا غروب بکنم بلکه بازی کنسل بشه او چی بگم من اقا حرفه چی میخوای این چیزهای بخونی او چی بگم من اقا حرفه شجاعت شجاعت بردباری بردباری شجاعت شجاعت بازم بردباری بردباری یه دل الله بگیم کشتر هم تونش مخشتر هم برای آنو سی دو یک آقا بفرمایید بفرمایید یه بابا جان بیا اینو بابا برو یه بفرمایید پاس بده پیشانی فکر کنم فریبورد بود آری فکر کنم یه دو سه سانتی‌متر طلب‌تر بود سمت راست سرم چی شد آی سرم آی سرم چی کار می‌کنی بهتری آی سرم آی سر آروم آروم برید عقب برید عقب برید عقب چشمم نمیبینه لا اله الا الله شما میتونی ادامه بدی چی سرم گیج میره نه برانکار بیا برو خودت زود باش ببینیم چی میشه همه تماشاگرا نگرانن عمه بیا برو ببین چی قشش شد آقا شما دیگه الان امکان نداره که آماده باشی تو زمین بازی کنی تو زمین الان برانکار میاد سلام میگن سلام میگن ورود عزیزان تماشاگر به زمین بازی قدغنه امه های منم به جنه وردی یا الله سلام علیکم خوب هستین آقا مربی نشدی نه متاسفانه هنوز فرصت نشده خواهرم ما مخلص شما ایم به جان خوبی آقای افشه خیلی متشکرم سلام نگران نباشین هیچ چیزی آب طلا بده بشه حالا چیه گفتم برانکار خب بچه باید این شما بگه شما هم بفرمایید دیگه نه این تو زمین بفرمایید چه شد عزیزم آقا مارم نمانی بماشی آقا باید برانکار می آوردین ورود خود رو به داخل زمین اکیدن ممنوعه آقای داوری عزیز ورود خود رو برای کسایی اکیدن ممنوعه که چپشان پرنی ما چپ مان پره دوست داریم پروگ مانو بکنیم برای چیه؟ میخوای به پروگ من کارت بده
مرد دست به کار. نگران نباشید آقا، شمارش یادداشت کردم، نگران نباشید. آخر عاقبت این بازی به خیر میکنه، ببینیم چه میشه، چند تا مصدوم دیگه خواهیم داشت. میخواد سلامت باشید. والا بازی تازه شروع شده، امیدوارم اتفاقای خوبی تو زمین بیفته. همین چند دقیقه شروع بازی، راجع به ترکیب تیم‌ها نظرتون چیه؟ این ترکیب ما چهارزلی لوزیه که عمو کابو طراحی کرده. تا ببینم چی میشه. من واقعا شرمنده بابت این تماشاگر. تماشاگر نماهایی که آمدن اینجا یه تعداد کمی هن دارن توهین بکنن. ببخشید. البته تعداد انگوشمال هم نیستن. تقریبا همه دارن میگن. باشه بگن. رامین اگر برگرده به عقب، اگر برگرده به عقب بازم میده ده بالا. خانمم بیا برای شکار شیر پلنگ. بیا 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 خانمم بیا بیا خودتی برو بیا خودتی بیا ده بالا ها تانا با تیز با خجالتی به کشید بیا بسن بیا بسن میشه با دست گرفت. قانون فیفا است. افشین شلمخ با پات میگرفتی. افشین! چشم بعدی رو با پا میگیرم. آقا! آقا گل قبول نیست. شیری خانم افسد گرفته. افسد گرفته. آفساید؟ گل به خودی آفساید داره؟ شمین خانم گل به خودی کجا آفساید؟ چه میگی؟ آقای رستم نمدی تماشاچه های تحریک نکن. چه میگه؟ داورای ما درست بعضی موقع اشتباه میکنن، ولی همواره از شریف ترین آدم ها بودن. یه خط قرمز مازی داور قورچه دنون داری. یعنی شما کیف کردی نه داشت میگه بیا جلو میشه پرچه ها پس کدی آفنی آفنی افشین افشین او گرده خارخالیه توپه توپ نه ها توپ حواست باشه دوید تو پنجه سر بزن ما برم توسته بیمه چه بلای سرشون بیارم فقط داشتی باش نگه خوب فقط شماره رو ماشالله بی ازولا ماشالله سیز پکم بردی جلو همه یک کتا پر کن ها آها اینه اینه صداش تشخیص میدی که توپ از کدام طرفیه؟ گفتم من قنوری، ولی تماشاگر نمیذاره صدا به صدا برسه. نگاه کن پسر فرامرزم داره خودشو گرم میکنه. مخنزه نازر خانم بازی رو نگاه کن. آه
چیزته، خواستگار خودت هم بود همینه میگفتی؟ راست میگه دیگه. ای گل جانم، مشتالا به کیوان، چه با به دومی؟ مشتالا شما چرا داری میگی؟ والا اول خودت گفتی کاستا کورتا. خب کاستا کورتا که کاستا کورتا، شما کس کار خودتون رو تشویق کنی؟ ماشاءالله کیوان، کیوان کاستا کورتا، کیوان کاستا کورتا، کیوان کاستا کورتا. دو دقیقه وقت استراحت پول برکه، بریم بیرون یه آبی به دستوراتون بزنیم برگردیم. آقا پول برک تمام شد، پاسکاری بد بکشی زیر توب حتی دروازه خودمون ولیش تا این ور. آقا خسته نباشی، خسته نباشی، خسته نباشی، زنده باشی. شما مگه کمک داور نیستی؟ بله درسته. پرچم شما دست این خانم چی کار میکنه؟ بابا یهو دوید اومد پرچم رو دستم قاپید. خب چه کنم؟ خیلی خوب بابا بیا. شیرین خانم شما اگر پرچم میگیری خانم باید بلد باشین درست پرچم بزنید. الان گل به خودی رو شما چجوری آفساید گرفتین؟ حالا چه بگم آقا، شما که میدارین من طاقت دیدن ناراحتی بابامو ندارم. بله ولی به هر حال قضاوت غریبه و خودی نمیشناسه، باید درست قضاوت بکنید، عادلانه. از آنتونی تایلور داور معروف انگلیسی پرسیدن آیا شما تمایل دارید پسرتون یک بازیکن معروف فوتبال بشه؟ گفتن اگر قرار باشه که توقع داشته باشه من به نفعش سود بزنم هرگز. چقدر اینجوری؟ بله. شما چطوری آقا جان؟ بازی چطور بود؟ والا دفاعین که اصلا جلو نیومدن، من بیکار بودم اون برای زمین نشستم. برای خدا سلام علیکم آقا جان. قوت. سلام علیکم آقا جان. اینم کلی اصلا کول بریک خدمت شما، اصلا شمال کندوی خودمونه. بفرمایید آقای محترم. بنده عرض کردم تشریف ببرید کول بریک، دو قلوب آب بخورید برگردید. اینا رو زدین؟ والا من بی تقصیرم، اما گفتن که شما خیلی گناه دارین. کول بریک شما اینقدر حقیر رو نشیست، کول بریک من اینقدر رنگید. بفرمایید. خیلی ممنون. سلام. ببخشید میشه دونه از اون لقمه ها به من بدین؟ بله چرا نمیشه، میشه. ببخشید من اونور زمین داشتم بازیتون رو نگاه میکردم. بچه نیز بار دارم، خیلی دلم خواست و دیگه گفتم بچه‌م گناه داره بیام یه لقمه ازتون بگیرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. حاج آقا بفرمایید یکی دیگه هم بیاد. آقا من میل ندارم، خیلی متشکر، میخوام بازی رو شروع کنم. اصلا جنر به شرف هم قسم اگر اینا بیان تو زمین یه گاز به اون ساندویچ بزنن بنده بازی رو کنسل اعلام میکنم. بریم منو بگو. خیلی ناراحت شد. گفت خود بره که چی میشه؟ من دارم میگم. خیلی خوبه. اصلا نباشید. ناراحت شد. یعنی میشه خورد. بزنید. دروازه‌بانی 50-50 هدیه. آچه بیان بیان آمده. بخور آقا قورت بده. بفرمایید. خب. پاس به من بده. Pass, 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 pass,
بیا. من به جان خودم یه توپ اضافه آمد تو زمین، برش داشتم انداختمش تا سمت اون توپ جمع کنم. با سلام. چی آقا شلوغش مال من نکنی. توپ دستم دست. بله. توپ بیام که تو 18 قدم بخوره به دست یعنی پنالتی. تمام. شما تشریف بیار کنار زمین با وی آر چک کن ببین صحنه رو. جوان وی آرتون کجا بود؟ بریم برای ادامه بازی بفرمایید. همون کاشم عزیز ما با مستوممون با کروک جا به جا میکنیم. وی آر که کار یه دقیقه مانه. درست سالم بیا بریم اونجا خودت با چش خودت بگی. یعنی شما اونجا وی آر دارید. حتما وی آر دارید. مونیتورتون کو الان؟ مونیتور کو؟ این خدمت شما. کل بازی روی نوار کاست گزارش کردم براتون. این وی آره؟ وقت برای چی ضبط میکنی؟ محال میگه دیگه، بعدا میشیم دور هم میشینیم گوش میدیم دیگه. بفرمایید خدمت شما. لا اله الا الله. پلی بفرمایید. بفرمایید. های داور خوشگله. نگاه کن جواهره.